این نخ رو میبریم توی مهره کناری و گل ششتایی ایجاد میکنیم. حالا تا آخر این ردیف ما فقط گلهای ششتایی داریم، یعنی به هیچ عنوان دیگه گل پنجتایی نداریم و وقتی که میبافیم یک مقدار کار به سمت بالا باید زمانی که بافت میشه نگه داشته بشه که بافتمون ایستایی خوبی داشته باشه، انگار که داریم یک دیوار رو میبافیم. به این شکل وقتی دارید میبافید دستتون رو هدایت کنید به سمتی که این مثل یک دیوار بمونه. وقتی اینو مثل یک دیوار نگه دارید و ببافید بافتتون در انتها بافت محکمتر و منسجمتر و قابل قبولتری خواهد. بنابراین ما از دو تا مهره عبور میکنیم و بافت ششتایی میزنیم، کامل کار رو دور میزنیم و تا چندین ردیف که میخوایم ارتفاع بسکتمون باشه روشمون همینه، هیچ نکته خاصی نداره و دیگه میره برای وصل دسته کار. پس داریم میبافیم، کار رو جوری هدایت میکنیم که مدام اینو بالا بگیریم که هدایت بشه به سمت ایستایه بهتر. همطور که میبینید ردیف اول از دیوار کامل شد. حالا دقت بفرمایید ما یه بار مرور کنیم، ما رسیده بودیم به این گل پنجتایی، این یک دونه رو داشتیم، رفتیم از بغلی یه دونه مهره گرفتیم، گل ششتایی درست کردیم، ردیفمون رو ادامه دادیم، اومدیم اینجا. حالا دونه آخر رو ما دو تا باید رد میکردیم دیگه، درسته؟ ما این دو تا رو باید از توش عبور میکردیم. حالا برای اینکه بتونیم اول و آخر ردیف رو به هم وصل بکنیم یه دونه مهره از اولین گل ششتاییمون رو هم میگیریم. پس الان مجموع توی نخامون چند تا داریم؟ 1, 2, 3, 4 تا. ما الان چند تا احتیاج داریم؟ دو تا احتیاج داریم که میندازیم توی نخی که همیشه مهره رو مینداختیم، تو نخ بالایی یا اینجا الان نخ سمت راست من، دست راست من، و به این شکل مهره رو که مشترک بگیریم میتونیم وارد ردیف دوم از دیواره بشیم. به این شکل حالا برای ادامه کار ما یک دونه مهره پایه میگیریم از بغلی و تا انتهای ردیف دوباره گلهای ششتایی درست میکنیم، یعنی 4 تا میدیم به نخ دست راستمونو تا انتها ادامه میدیم. این دیواره رو کامل میکنیم تا جایی که قرار ارتفاع بسکتمون باشه. حالا ممکنه یه نفر بخواد نمیدونم 1 وجب باشه، 10 سانت باشه، 5 سانت باشه، یا تعداد گلها رو تو عکسی که مشتریتون میفرسته میشمارید، نگاه میکنید ببینید چند تا هستش و فقط میمونه آموزش دسته و وصل دسته.